بله تو شبکه های اجتماعی و سایت های حکومتی کشمکش های باندای حاکم بر سر سهم قدرت و غارت تو مجلس آتی خب بیشترین حجم خبرها رو به خودش اختصاص داده و اینکه ببینیم روزنامه حکومتی در این رابطه چه موضعی دارن همراه میشیم با رضا هفت سلام خدمت من به شما و به بینندگان عزیز و هموطنان گرامی و کانونهای شورشی اجازه بده از همین داستان انتخابات شروع بکنیم که در روزنامه های باند ولی فقیه همچنان میبینیم عزم جزم برای جارو کردن باند مغلوب دیده میشه کیهان خامنه ای به قلم پاسدار شریعت مداری مطلبی به عنوان چه کسانی نباید رأی داد کارنامه تمام دزدیها و قارت های باند مغلوب رو اوورده این وسط هم کارنامه دزدی های خود باند ولی فقیه را لاپوشانی کرده و اینها رو برباد دهنده موشکی و اتمی رژیم معرفی کرده بله. و گفته خلاصه نباید رأی داد به اینا و نشون داده که این بحران چقدر جدیه در رأس نظام بله. حالا روزنامه های باند مغلوب هم این وسط بیکار نشستن متقابلا فساد و ناکارآمدی اونها رو گفتن که در واقع جنگ قدرت رو نشون میدن که در رأس نظامه و با خود خامنه ای بله. به نظر مثل نمایش انتخابات از نقطه مشترک بین اینا پیدا نمیشه نه؟ نه یه چند تا نقطه مشترک گیر میاد مثلا یکی التماس گدایی که در کنفرانس بله. مطبوعاتی امروز بله. روحانی هم بود هر دو باند به گدایی التماس افتادن هر دو باند به ریزشی های خودشون میگن که اگه نیان اوضاع خطیر میشه ضرر میکنین وضعیت معیشتتون خوب نمیشه بله. بعد نکته مثلا اشتراک دومشون سر وحشت از اینه که قیامی از این شکاف بین دو باند حاکم سر این جنگ قدرت شکنگید. بیرون بزنه مرد. این به شدت به همدیگه دارن به صلاح هوش دار میدن ولی روزنامه های باند روحانی اینها یک چیز دیگه دارن که اونها کمتر گفتن یا خیلی دور اشاره کردن اونم اعتراف کردن به نمایشی بودن این داستان انتخابات در رژیم از نظر مردم و اینکه مردم در این بازی یا شرکت نخواهند کرد به. چند نمونه انتخاب کردم اگه ببینیم بسیار عالی ببینیم. خوب چند نمونه رو ببینیم مستقل برای مقابله با یک دستازی قدرت چه باید کرد؟ الویری پاسخ این چه باید کرد و ما نباید بدهیم توفانهای خشم مردم جوابش را خواهد داد با یک اعتراض کور و آشوب‌های پراکنده مواجه خواهیم شد در چنین شرایطی متلاشی شدن جامعه و ملت را شاهد خواهیم بود مستقل مصطفی در افکار عمومی تفاوت زیادی میان اصلاح طلب و یا اصولگرا وجود ندارد و حضور یا عدم حضور آنها چندان تأثیری در میزان مشارکت سیاسی مردم در انتخابات نخواهد داشت ولی تنش‌های های آبان ماه امسال و یا دیماه سال 96 که ناشی از احساس نابرابری، فشارهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی بود، می تواند انگیزه های مشارکت سیاسی مردم را کاهش دهد. اگر قرار بر راندخاری، آغازادگی و یا سوء استفاده از قدرت و بیتفاوتی در مقابل مشکلات مردم و گروه های محروم و آسیب دیده باشد، تفاوتی بین این جناح و یا آن جناح سیاسی نخواهد بود. هر دو جناح سیاسی پایگاه اجتماعیشان را تا حد زیادی از دست دادن. ابتکار بسیاری از نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی معتقدند رقابت دو جریان سیاسی اصلاحات و اصولگرایان در شرایط کنونی به معنای واقعی وجود ندارد چرا که مردم در سالهای اخیر از آنها ناامید شدند بنابراین رقابت در چنین فضایی معنی ندارد بله چیزی که فراوونه تو رژیم فکر بحران باشه باقی بحران چه خبر این حلاکت پاسدار قاسم سلیمانی یکی از بحران های ثابت رژیم <تصفح> از روز حلاکتش از روز سینزده دی تا به حال همچنان روزنامه های هر دو بان دارن صفحات مرکب با مرکب سیاه میکنن صفحاتشون رو <تصفحات> با سوز و گداس هایی که از فقدان این عنصر سرکوبگر برای رژیم پیش اومده بعد از اون بعد به داستان کنفرانس مونیخ و نمایش انزوای رژیم در اونجا اشاره کنم که ظریف بله. زریف را زیر فشار گذاشته بودن به خاطر سیاست های اولا برجامی رژیم، ای رژیم، منطقه ایش و به اضافه اینکه که جعب سیاه هواپیمای اوکراینی رو حاضر نیست به کشورهای زینفش تحویل بده در کنار این داستان بحران بارش برف که روز گذشته یکی از روزنامه همدلی گفته بود 21 استان رو فرا گرفته الان باز گوشه های از این فاجعه رو اینا دارن بهش از میکنن مثلا روزنامه حکومتی جان سند مطلبی داره به اسم اسارت سرد که گوشه های از ابعاد این فاجعه رو که واقعا شکل ملی به خودش گرفته رو بهش از کرده و با خوندن این آدم متوجه میشه که گویا رژیم تعمدی داره بر مسکوت گذاشتن ابعاد این فاجعه این مثلا نوشته بسیاری از روستاها هنوز ارتباطشون وصل نشده قطعا زیر چهار متر برف مدفونن خیلی از اهالی که تونستن خودشون یعنی خونهشون از زیر برف نجات بدن اصلا بیرون نمیتونن بیان حتی به احشامشون نمیتونن سر بزنن خبر ندارن اونا زندن مردن بعدم اضافه کرده که ابعاد خسارات این بحران در چند ماه آینده مشخص خواهد شد این جمله یعنی که از حالا تا چند ماه آینده رژیم قصد رسیدگی به اینها رو نه. نداره بله. حالا در کنار این باید بگم که میگید بحران کم نیست و زیاده ولی نمیشه از اعتراف به وضعیت اقتصادی گذشت این نمونه هاش انتخاب کردم توضیح نیاز نداره ببینیم. ببینی؟ وطن امروز دیوار روحانی آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد وضعیت نابرابری در طول مدیریت دولت مصوم به تدبیر و امید در کشور بدتر شده است. روند تغییرات شاخص جینی به عنوان معیاری برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد این موضوع را تایید می کند. انفعال دولت در حوزه اقتصاد داخل و گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به سرانجام مذاکرات علاوه بر آسیب پذیرتر شدن اقتصاد در مقابل تحریم ها باعث تشدید شکاف طبقاتی و تشدید فشار بر طبقات متوسط و پایین تر جامعه شد <applause> کیهان مهمترین سوال اقتصادی که این روزها میتوان از رئیس جمهور پرسید شرایط معیشتی مردم است باید از رئیس جمهور پرسید تا کی قرار است فشار تورم بر گرده مردم بیشتر شود چگونه وقتی امسال حدود 300 هزار بشکه در روز صادرات نفت داریم سال آینده قادریم بیش از سه برابر آن را صادر کنیم در بودجه سال آینده از حدود یک تریلیون و 988 هزار میلیارد تومان کل بودجه یک تریلیون 483 و هشتاد و سه هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت ها و بانک های دولتی است که هیچ حسابی پس نمی دهند. ستاره ی صبح ایرانی ها دستمزد پایینی دارند. حداقل دستمزد باید 5 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شود. نرخ تورم خوراکی و آشامیدنی ها در دیماه امسال 52 و یک دهم درصد بوده است. حداقل دستمزد تعیین شده 37 و 67 درصد معیشت را پوشش می دهد. آمار سازمان بین المللی کار نشان می دهد که حداقل مزد سالانه در ایران 2100 لیبی 4286 عمان 10263 عربستان 9600 ترکیه 7146 و ونزوئلا 6873 دلار آمریکا نشریه بین المللی فوربز نوشت تعداد میلیاردرهای ایرانی که در سال 2000 1381 برابر 10900 نفر بود در سال 2014 یعنی 1383 به 3100 نفر افزایش یافته است باید. بله حالا بحران های دیگه هم هست که در رژیم به صورت نوبه ای بروز میکنه اون هم در اثر ضرب قیام مردم ایران که پشت سر رژیمه و وضعیت فلاکتباری که توش افتاده یکی از این بحران ها اعتراف و از آن به اون واقعیتیه که سالهاست مقاومت ایران گفته اونم ربودن انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی و باقی موندن فضای انفجاری و اصلا گسست نسلی بین مردم ایران و رژیم خمینیه یعنی هیچ عقبه و دنباله این رژیم نداره حالا این وحشت رو حتی در بررسی بودجه رژیم هم میتونیم ببینیم برای کوتاه شدن بحث دو نمونه رو از روزنامه های حکومتی بشنویم کافیه بسیار عالی بفهم مستقل محمد حسین متقی در انقلاب اسلامی روحانیون انتقام خود را از روشنفکران گرفتند و گام به گام روشنفکران را حذف کردند. گروه های مجاهدین خلق و فدای خلق در این زاویه قرار گرفتند. تا امروز این روند وجود داشته که گروه هایی که دستشان به قدرت رسیده گروه های رفیق خود را حذف کرده است و حتی جایی کار به کشتار و داغ و درفش و زندان کشیده شده است ریزش انقلاب در این مدت که همچنان ادامه دارد سرمایه عظیمی بوده که از بین رفته است. محصول این ریزش وضع فعلی نسل جدید جامعه ماست که انان این نسل از دست حکومت و حتی پدرانشان از دست رفته است و ما در بحرانی از سرگشتگی قرار گرفته ایم که در آینده میتواند این بحران عمیق شود. <applause> همدلی بودجه بیعتنان خبر کاهش بودجه از اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای برای کاهش آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان آسیب پذیر و بسیاری دیگر از آسیب های پیدا و پنهان در سطح جامعه می تواند سبب افزایش نگرانی ها شود. با وجود افزایش انواع متنوع از آسیب های اجتماعی که هر کدام به نحوی از آنها جامعه امروز را درگیر مشکلات و معضلات ریز و درشت خود کرده است، بیشتر از هر موقع دیگری لزوم توجه و همچنین تخصیص امکانات بیشتر برای جلوگیری این دست از آسیب ها رنگ و بوی جدی به خود گرفته است. بله ولی بحران های رژیم به اینها منحصر نمیشه. باز هم فهرست نوت. فهرستش ادامه <applause> داره. اگر به این فهرست مثلا بحران FATF ها که در روزنامه های امروز هست بهش اشاره بکنیم بله. یا اینکه بحران کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه اینکه کسی حاضر نیست کسی که میگم نه کشورهای خارجی از سرمایه داران خود داخل رژیم از مردم که همه سرمایه ها رو دارن میبرن خارج از ایران این تقریبا یک تصویر جامعی از وضعیت رژیم میشه در روزنامه های امروز درود بر شما خیلی ممنون همراه با رضا حفردران از همه شما بینندگان عزیز ضمن تشکر از اینکه در برنامه این ساعت قیام ایران با ما همراهی کردیم خداحافظی میکنیم برای همه شما گام های استوار برای نفی دیکتاتوری و رسیدن به آزادی و حاکمیت مردمی آرزو میکنیم تا دیدار بعدی خدا نگهدار شما باشید